افرادی که من میدونم داده های مستقلی تلاش میکنن که خب عادلانه باشد. ممکنه اینکه امکان نفوذ بر روی این دادگاه هست یا نه من رد نمی کنم، همه چیز نفوذ، امکان نفوذ هست، ولی اساساً معاملاتی که دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی کردن بعد از دادگاه بوده، یعنی علارغم هر نتیجه‌ای که داشته، یعنی توی فرانسه، توی آلمان و همین الان دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی زندانی مبادله می‌کنند، در صورتی که دستگاه قضایی تو آمریکا مستقله. وقتی که حکم صادر میشه زندانی به سازمان زندان‌ها تحویل داده میشه و اونجا این دولت‌ها از تو جیبشون از جاهای مختلفشون در میارن، از این کدای حفظ منافع امنیت ملی هم دارن، ممکنه مثلا این کارم بکنن، یعنی بعداً مبادله کنن. منتها این دادگاه، اهمیت این دادگاه اینه که البته برای ما مهمه که چه نتیجه‌ای داده بشه و یعنی نتیجه محکومیت حمید نوری باشد. ببینید تو این دادگاه اون چیزی که صحبت میشه در مورد خود جنایت نیست، اون یکی فرضی مسجله که این اتفاق افتاده. دادگاه باید تعیین بکنه که حمید نوری در این جنایت مشارکت داشته یا نه و اینکه اونجا بوده یا نبوده. تمام استراتژی وکلای نوری سر این هست که بگن این اونجا نبوده، این در هنگام این کشتار توی اوین کار میکرده و بعدن گاهگاهی به گوهردش سر میزده. اون هنگام هم موقع وضع حمل همسرش بوده و مرخصی زایمان گرفته بوده، که چی؟ امری هست که زیاد تو ایران هم مرسوم نیست که مردان مرخصی زایمان بگیرن. حالا از این بگذاریم، این دادگاه اهمیتش در اینه که من آینده رو میبینم درش، یعنی این مشابه این دادگاه در تهران تمام اینایی که در این جنایت دست داشتن فرمانش رو دادن، از رأس تا ذیل این نظام اونجا در یه دادگاه صالحه و عادلانه محاکمه بشن. اساس اینه، همین الان این دادگاه تاثیر خودش گذاشته در تمام این مدت 30 و چند ساله گذشته بعد از این جنایت بزرگی که رخ داد. فعالان جنبش دادخواهی، فعالان سیاسی در تلاش بودن که صدای این جنایت رو به افکار عمومی دنیا برسونن، تلاش‌های بسیار کردن. من فکر میکنم که هیچ کدوم به اندازه این دادگاه این صدا رو بازتاب نداده، یعنی پروژه‌ای مثل ایران تریبونال بود و بعد مراسمی که هر سال در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی برگزار میشه مرتب در خودشون بودن. امروزه جهان فهمیده، توی رسانه‌های مختلف بازتاب داشته. یه نکته دیگه هم بگم، حتی بچه‌های نسل دوم اینجا امروزه رابطه هاشون با پدر و مادرهایی که خودشون سیاسی بودن مجبور فرار شدن اومدن فعال سیاسی بودن فرق کرده. پدری تعریف میکرد که با دخت که سیاسی هم بوده با دخترش صحبت میکرده راجع به این مسائل، منتها الان وقتی که این دادگاه تو این رسانه ها اومده دخترش تماس گرفته و گفته که بابا چرا برا من تا به حال اینجوری نگفتی، من الان میفهمم که شما چی کشیدین در دهه 60 و اینها. میگه روابط من با دخترم اصلا عوض شده، او اکنون ما رو بیشتر میفهمه. این دادگاه یعنی میخوام بگم هم تاثیر جهانی داره، هم حتی توی روابط ما توی جنبش دادخواهی بسیار با اهمیته. من زیاد صحبت کردم، وقتتونم زیاد گرفتم، با عرض پوزش.